پوشیدن لباس روحانیت یکی از بهترین خاطرات و شیرین‌ترین لحظه زندگی هر طلبه است. گزارش همکارم جلالی را در این زمینه با هم می‌بینیم. تا دیروز تو هم لباسی داشتی مثل من. اگه با هم جایی می‌رفتیم تشخیص این که تو طلبه یا من نیستم یا ممکن نبود یا خیلی سخت بود. اما امروز دیگه فرق می‌کنه. چی شد که خواستی لباست متفاوت باشه؟ احساس مسئولیت که میکردیم اینا لباس بتونیم به مردم خدمت بکنیم، به امام زمان خدمت بکنیم. لباس جدید رو برام معرفی کن. از سه قسم لباس رو تشکیل شده: یک، لباده یا همون قبا که الان ما لباده پوشیدیم و از دوستان قبا میپوشن. دو، عبا از عبا. و سه، عمامه که سادات از عمامه مشکی استفاده میکنن و غیر سادات از عمامه سفید استفاده میکنن. در چه پایه‌ای طلبه میتونه ملبس بشه؟ باید حداقل 5 سال، یعنی 5 پایه موفق تحصیلی رو پشت سر گذارده باشه. و این لباس نشانی چیه؟ لباس مقدس روحانیت، تاج ملائک. اگر توفیق باشه نشونه تقواست. توی این مراسم به یاد فیلم زیر نور ماه افتادم. خودت همیشه نمیگفتی اگه بتونی یک نفر هدایت کنی این لباس باید بپوشی. چی شد؟ فیلمی که اون جوان طلبه‌ای میخواست لباس روحانی برتن کنه، اما فکر میکرد که براش تو جامعه مشکل ساز میشه. نظر منم همین نظریشیم، واقعا همین مشکلات هست. مشکلات هر جایی هست، ولی نه به اون شکلی که تو اون فیلم نشون داده. دیگه هر کسی یه لباس فرمی داره. سرباز اون زمان هم بالاخره شخصیت و لباسش تو همینه. احساس میکنم که بار سنگینیه بالاخره روی دوشمون گذاشته شده. انشاءالله که بتونیم به خوبی ادا بکنیم. افتخاری پیدا میکنن جز سربازان امام زمان میشن. مسئولیتی پیدا میکنن، باید مراقب تمام اعمالشون باشن. در مقابل هر افتخار مسئولیت هاییست. هر چه افتخار بیشتر باشه مسئولیت هم سنگین تره.